درود میفرستم خدمتون، حضورتون عرض ادب میکنم، هموطنان عزیز و ارجمندم. دیروز خدمتون عرض کردم که بسیاری از نشانها حاکی از آن است که تاریخ مصرف حکومت اسلامی در نه فقط در ایران، در منطقه به پایان رسیده است. نمونه‌هایی را خدمتون عرض کردم و از آشفتگی به شدت گسترده داخل حکومت اسلامی نکاتی را خدمت شما ارائه دادم. دیروز 12 فروردین ماه بود. 35 سال است که همواره روز 12 فروردین ماه را به عنوان روز تأسیس حکومت اسلامی جشن می گیرند. انواع اقسام پولها را خرج می کنند برای اینکه بگویند مردم ایران به حکومت اسلامی رأی دادند، آن هم 98% مردم ایران. 35 سال گذشته هیچ کس، نه کارشناسان سیاسی، نه کسانی که مسائل سیاسی را دنبال می کنند، بررسی می کنند، محققین ماجراها، به این فکر نیفتادند که آیا 35 سال پیش موقعی که رفراندوم کردند برای حکومت اسلامی، این رفراندوم واقعی بود؟ حقیقی بود؟ همه رفتند، 98% مردم ایران، جمعیت آن روزگار ایران رفتند و به واقع به حکومت اسلامی رأی دادند. هرگز شما در طول 35 سال گذشته چنین مسائلی را در روز 12 فروردین، یعنی روز تأسیس جمهوری نحس حکومت اسلامی، شاهد و ناظر نبودید. اما نگاه میکنید و میبینید که از 2-3 روز مانده به 12 فروردین، یعنی در ایام تعطیلات نوروز که مردم ایران سرگرم بودند و بیشتر از هر سال برای دهنکجی به آخوندهایی که گفته بودند امسال نوروز نگیرید، مصادف است با فاطمیه و نمیدونم از این صحبتها، سرگرم بیشتر جشن گرفتند، سرگرم بودند، از گوش و کنار در همه جا، در آلمان، در فرانسه، در انگلستان، در آمریکا، چه ایرانی ها و چه غیر ایرانی ها پرداختند به رفراندوم 35 سال پیش. زمزمه آغاز کردند که این رفراندوم قلابی بود، این رفراندوم غیر قانونی بود. هر کدام از زاویه خاصی مسئله را بررسی کردند. گفتند 24 ساعت بعد از رفراندوم اعلام شد که 98% مردم رأی دادند. امکان ندارد با گستردگی خاک ایران که با هواپیما از این سو تا آن سو به اندازه مسافرت از آمریکا تا کانادا با هواپیما وقت می‌گیرد، بتوانند که این آرا را ظرف 24 ساعت بخوانند. و بعد اگر 98% درست است، فقط مطالعه 98% آرا چه میزانی وقت لازم دارد؟ کسان دیگری از زاویه دیگری به مسئله نگاه میکنند و میگویند اصل کار غلط بود. آقای خمینی گفت جمهوری اسلامی، نه یک کلام بیش نه یک کلام کم، یعنی هیچ نوع حکومت دیگری در این رفراندوم به نظر مردم نرسیده بود، از جمله جمهوری دموکراتیک ملی، جمهوری ایرانی و هزار نامی که میتواند پسفند جمهوری بیاید، اما هیچ کدام نبود. جمهوری اسلامی، نه یک کلام بیشتر نه یک کلام کمتر. عده دیگری میگویند که این نوع رأی دادن در دنیا سابقه نداشته است که آری یا نه، و مردم ناگزیر بودند که یا آری را در صندوق بیاندازند یا نه را. اما با آنچه که در حوزه ها میگذشت، با جوی که بی بی سی لندن به وجود آورده بود،
با فضایی که در ایران حاکم شده بود چه کسی میتوانست و جرأت داشت برود در یک حوزه اخذ رأی و رأی را که مأمور سرکوبگر رژیم در اختیار او میگذاشت نه را بگیرد و ببرد به صندوق بیاندازد؟ چه شده است که بعد از 35 سال تازه به فکر این افتادند که رفراندوم قلابی بوده است؟ رفراندومی در کار نبوده است؟ قرار بر این بوده است که چون یک حکومتی به طور ناگهانی، یک رژیم فاسدی به طور ناگهانی با فریب مردم در واقع ایران را اشغال کرده است و ممکن است جهانیان آن را نپذیرند، امدادهای غیبی گفتند که شما رأی مردم را لازم دارید، شما برای اینکه به رسمیت شناخته شوید در جهان باید چنان وانمود کنید که عموم مردم ایران شما را برگزیدند. این نیست که رادیوی بی بی سی سخنگوی آقای خمینی شده است، این نیست که آقای کارتر کمک کرده است، که البته آن زمانها کسی نمی دانست که آقای کارتر حتی کمک مالی کرده است برای پیروزی این رژیم منحوس، بلکه اون وقتها فقط می گفتن طرح آقای کارتر است برای این کار. اما بعدها کشف شد که چه مبلغ هنگفتی آقای کارتر اختصاص داده بود به اینکه آقای خمینی پیروز شود. خب وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم بعد از 35 سال تازه به فکر بررسی رفراندوم روی کار آمدن حکومت اسلامی شدند. 35 سال قضیه در بوته فراموشی بود، کسی راجع به آن بحث میکرد، حرف نمیزد، مقاله نمینوش، تفسیر نمینوش. حالا بعد از 35 سال گویی تازه از خواب بیدار شدند، گویی تازه فهمیدند که این رفراندوم رفراندوم مردمی نبود و رفراندوم قلابی بود. چرا حالا؟ سوال اینجاست، چرا حالا؟ چرا بعد از 35 سال؟ آیا در طول این 35 سال کسی این مسائلی که امروز اعلام میکنن نمیدانستند؟ به فکرشان خطور نمیکرد؟ همین امروز به این فکر افتادند بعد از 35 سال؟ به دلیل همان مسائلی که دیروز خدمتتان گفتم، آشفتگی بی حد داخلی. آقای رفسنجانی آقای خامنه ای را در پرده و در پوشش یک مرد عقل باخته می شناسد و می داند. آقای خامنه ای می آید در پرده جواب آقای رفسنجانی را می دهد. همه گروه هایی که زیر عبای آقای خامنه ای جمع شده اند حمله می کنند برای بزیر کشیدن آقای روحانی که نگاه دیگری ظاهران به مسائل دارد و شاید خیالات دیگری و شاید دستور دیگری از امدادهای غیبی در جیب عبایشان دارند. آقای روحانی می آید می گوید که شما بدانید من بر عهدی که در روز انتخابات با مردم بستم پا بر جایم، ولو اینکه جانم را در این راه از دست بدهم، با همه گروه ها و دسته هایی که مخالف اقدامات من هستند در برابرشان می ایستم و برای پیاده کردن آنچه را که به مردم قول داده ام پافشاری می کنم. چه قول داده است؟ آزادی. در طول این مدتی که رئیس جمهور شده از چه می گوید؟ می گوید این جو امنیتی حاکم بر ایران پسندیده مردم ایران نیست. چه میگوید؟ بسیاری حرفهای مثبت دیگر. بلافاصله اضافه کنم که معلوم نیست که برنامه چیست، معلوم نیست آقای روحانی به واقع جزو آن کسانی است که یک روزی عبا و عمامه از سر بر میدارند و میگویند ما در صف مردم هستیم و میگویند ما تازه بیدار شده ایم و میگویند میخواهیم جبران کنیم. تکرار میکنم، نسخه جدیدی در جیب ایران قرار دادند، امدادهای غیبی پیام تازه‌ای را برای ایشان روی کاغذ آوردند که باید با مردم ایران در میان بگذارد، و یا نه
همان گونه که دیروز گفتم، دستگاه های اطلاعاتی گزارش میدهند، دستگاه های اطلاعاتی رژیم، که مردم به نقطه انفجار رسیدند. مردم بیش از این تحمل نخواهند کرد. همه نشانه ها حاکی از آن است که ناگهان در ایران مردم چنان سرازیر خواهند شد که هیچ توپ و تانگی نمیتواند با آنها برابری کند، خاصه با توجه به اینکه شرایط سوریه به گونه ای شده است که در گوشه و کنار جهان سرصدا برخواسته است که تا کی یک نفر به نام بشار اسد میتواند مردم عادی را بکشد، زن و بچه مردم را بکشد، و این میتواند بچرخد و برود روی ایران و این سؤال مطرح شود که این رژیم تا کی میخواهد بکشد. همه این مسائل نشان میدهد و حاکی از آن است که ما در راهی افتاده ایم که امیدوارم به آزادی منتهی شود. 100 سال دویده ایم در دنبال آزادی از هنگام انقلاب مشروطیت تا کنون، و هر بار درست در لحظه‌ای که به مرز رسیده بودیم، در هنگامی که می‌خواستیم ثمره 100 سال دوندگی‌ها را به دست بیاوریم، ناگهان دستی از آستین غیب به در آمد و همه آرزوهای ما را برباد داد. این بار امیدوار باشیم که سرانجام به آزادی، رفاه برسیم و سربلندی گذشته خود را تکرار کنیم. تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید. تا بامداد فردا همه شما عزیزان آگاه را به ایزد مهربان سپارم. بدرود.